یک هفته بعد از اخراج ناگهانی سام آلتمن، مدیر عامل و مؤسس اوپن ای آی، این شرکت از بازگرداندن او و تشکیل هیئت مدیره جدید خبر داده. اوپن ای آی اعلام کرده هیئت مدیره جدیدی متشکل از برد تیلر، لری سامرز و آدام دیانجلو تشکیل میشه. به دنبال برکناری ناگهانی آقای آلتمن، سهام مایکروسافت که سرمایه گذار اصلی این شرکت 80 میلیارد دلار ارزشش رو از دست داد و 4 نفر از مدیران ارشد اوپن ای آی هم استعفا کردند. 700 کارمند دیگر هم تهدید کرده بودند اگر اعضای هیئت مدیره استعفا نکنند شرکت رو ترک میکنند. مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینای کانادا با ماست. آقای صارمی‌فر، کودتایی شد در اوپن ای آی و عقب نشینی هیئت مدیره، چه اتفاقی افتاد؟ هنوز جزئیاتش به نظر نمیاد خیلی روشن باشه. بله، هنوز جزئیات همونطور که فرمودید خیلی مشخص نیست. با چیزایی که میدونیم، به خصوص خبری که امروز بلومبرگ زده بودیم، که ما شاهد یک اختلاف نظر در مورد تمرکز بر روی محصول تجاری یا توسعه فناورانه بودیم. در شرکت‌هایی مثل اوپن ای آی که شرکت‌های پیشگام و نوآورانه هستند، آدم‌های فنی خیلی مهم و تاثیرگذار هستند و قدرت زیادی دارن. در اون شرکت فردی به اسم ایلیا ساتسکیور هست که این یکی از آدم‌های مهم در تاریخ هوش مصنوعی، کارهای خیلی بزرگی کرده، در گوگل برین بوده، بعد از اونجا اومده بیرون و خواسته، از بنیانگذاران اوپن ای آی هستن، می‌خواسته که همواره این شرکت، یعنی در حقیقت این گروه، به صورت یک بنیاد غیر انتفاعی هوش مصنوعی رو توسعه بده. اون در چند هفته اخیر ظاهرا ناراضی بوده از اینکه سم آلتمن خیلی روی محصول چت جی پی تی و فروش تجاری اون تمرکز کرده و معتقد بوده که این باعث شده که یه مقدار تمرکز شرکت به هم بخوره. اون خیلی آدم به هر حال ساینتیفیکی و اینها. اختلاف نظر اون و در این حال پشتیبانی هیئت مدیره از نظر اون باعث شد که هفته گذشته آلتمن از این شرکت کنار گذاشته بشه، گرگ بروکمن هم کنار گذاشته بشه. اینها برن به ادعا کردن که خب میرن به مایکروسافت، در اونجا کارو شروع میکنن. ساتیا نادلا هم حمایت کردش، اونها ظاهرا در مایکروسافت مستقر شدن. اما در طول یک هفته مذاکره برای بازگشت اونها برقرار بود. دوبار مدیر عامل شرکت عوض کرد تا اینکه در نهایت ایلیا و سم با هم توافق کردن و نتیجه توافق همون شد که شما فرمودید. هیئت مدیره این دفعه کامل کنار گذاشته میشن و دیانجلو از شرکت کورا تنها کسی که باقی میمونه در هیئت مدیره و دو نفر دیگه که فرمودید، مثلا لری سامرز که در کابینه کلینتون بوده، وزیر خزانه داری بوده، میاد توی هیئت مدیره. و هدف این هیئت مدیره جدید اینه که این شرکت رو، هیئت مدیرش رو و مدیران ارشد این شرکت رو دوباره بازارایی کنه و بچینه. در اینجا در حقیقت ما اتفاقی دیدیم افتاد این بود که گروهی از مهندس ها اونقدر قدرت داشتن و اهمیتشون در شرکت بالا بود که نظراتشون، اختلاف نظرات بینش خودشون یا اون چیزی که در نهایت دوست دارن در رویه کار شرکت پیاده سازی بشه، تأثیر میذاره در مسائل اقتصادی. طوری که اخراج آلتمن، همونطور که گفتیم، اون هزینه رو وارد کرد به سهام مایکروسافت و بخش زیادی از سهام داران شرکت اوپن ای آی ناراضی بودن از این وضعیت و این فشار رو برد روی هیئت مدیره که در نهایت باخت و بپذیره، کنار بکشه و آلتمن دوباره برگرده. البته ایلیا و سم آلتمن با هم توافق کردن، یعنی ایلیا به عنوان سی تی او باقی میمونه در شرکت. این عجیب نیستش که هیئت مدیره نبض بازار و سهامداران و کسانی که منفعت داشتن در شرکت رو قبل از این رأی‌گیری جنجالی نسنجیده بود که به کجا خواهد برد اوپن ای آی رو؟ بله، حتما مسائل سیاسی پشت این قضیه هست. اما توجه بکنید که اوپن ای آی یه شرکتی که یک محصول فناورانه ارائه داده. این صحبت های یکی دو سال گذشته راجع به هوش مصنوعی میشه. خب واقعیت اینه که در زمینه هوش مصنوعی در یکی دو سال گذشته اتفاق خاصی نیفتاده. اتفاق در طول 20 سال که آروم آروم شکل گرفته. اما در یکی دو سال گذشته این شرکت یک محصول فناورانه بیرون داده، چت جی پی تی، که صحبت کردن با اون برای کاربر اونها رو به تعجب واداشته که انگار دارن با انسان صحبت میکنن. یعنی ما رو یاد اون آزمون معروف تورینگ انداخته. این اهمیت محصول فناوری و تکنولوژی رو نشون میده و این نشون میده که
در این شرکت های پیشگام چقدر برقرار وابستن به تکنولوژی. حالا این کسی که داشته این حرکات و تغییرات رو رقم می‌زده کسی بوده که این تکنولوژی رو ساخته، یعنی ایلیا ساتکیور. بنابراین هیئت مدیره به پشتوانه اون این کودتا رو انجام دادن. ظاهرا در مذاکراتی که دو روز پیش انجام شده او و سم آلتمن به توافق رسیدن و اون اعضای هیئت مدیره یهو دیدن که پشتشون از لحاظ حمایت های تیم فنی هم خالی شده و دیگه بازی رو باختن. و خیلی کوتاه اگر بگید، به نظر نمی رسید در هر دو صورت مایکروسافت خیلی بازنده باشه، هرچند سهامش اومد پایین، برای اینکه سریع دوباره میخواست آقای آلتمن رو جذب مستقیم مایکروسافت کنه؟ بله حتما، آلتمن و تیمش گرگ اونا هر جایی برن در این سن و سال و این در حقیقت توانایی خواهند تونست که اتفاقات بزرگی رو رقم بزنن. برای همین شاید بالا پایین بشه بازار، ولی در نهایت مایکروسافت در هر دو صورت برنده این بازی بود. البته هم تو کاربران. ممنونم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و فناوری از رجاینای کانادا با ما.